رهبری یک حسینیه است اونجا، یک خونه ساده. با سلام، در 13 قسمت از داستان بی پایان مافیای بیت ولایت یا در واقع همون اموال به سرقت رفته مردم ایران در خدمت شما هستیم. اینها اسامی 15 بنیاد مالی خامنه‌ایه که در برنامه‌های قبلی به بعضیشون تا جایی که اطلاعات داشتیم پرداختیم. ثروتی انباشته از دارایی‌های مسروقه مردم که در یک خونه کوچیک و یک حسینیه محقر مدیریت میشه. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به یکی دیگه از اون امپراتوری‌ها به اسم بنیاد تعاون نیروی انتظامی ناجا. این بنیاد مربوط به نیروی انتظامیه و قاعدتاً باید تحت نظارت و مدیریت وزارت کشور و دولت باشه. اما اسناد چیز دیگه ای رو نشون میدن. چون سرکرده انتظامی رو خامنه‌ای منصوب میکنه و توی این نهاد همه چیز دست شخص خامنه‌ای. ضمن این که طبق اساسنامه سرمایه اولیه بنیاد هم مال خامنه‌ایه و حتی صورت جلسه هیئت امنا به اطلاع خامنه‌ای میرسه. در واقع همه نهادهای نظامی رژیم برای خودشون یک بنیاد تعاون دارن که عموما در دهه 70 با یک اساسنامه یکسان درست شدن تا مثل سایر تعاونی‌ها با فعالیت‌های اقتصادی برای پرسنل خودشون مسکن بسازن و از این قبیل کارها. اما تمامی این بنیادها به سرعت به قولهای اقتصادی بی‌رقیبی تبدیل شدن که بخش مهمی از اقتصاد مملکت رو به نفع خودشون مصادره کردن. بنیاد تعاون ناجا هم یکی از همون تعاونی هاست. بنیادی که در سال 76 تأسیس شده اما از سال 84 به بعد گسترش زیادی پیدا کرد. میزان سرمایه واقعی این تعاونی رو بیش از 10,000 میلیارد تومان ارزیابی کردند. و اینها هم بخشی از شرکت‌ها و کمپانی‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا هستند. یکی از مهمترین زیرمجموعه‌های این بنیاد بانک قوامینه که خودش یک دریا پول و امکانات مسروقه ملت رو در خودش پنهان کرده. ببینید؟ البته این بنیاد در عرصه ساختمانسازی، تجارت و بازرگانی، صنعت و معدن، خدمات و حمل و نقل و خودروسازی هم فعاله و کاسبی میکنه که اینجا میشه دید. و همینطور هتلداری و سیر و سفر در سراسر ایران. خلاصه هیچ عرصه پول درآوردنی نیست که خامنه‌ای و پاسدارانش اون رو مصادره نکرده باشن. راستی تا یادم نرفته بگم که این بنیاد نفت فروشی هم میکنه. بله، نفت فروشی، اون هم با کشتی. داستان نفت فروشی ناجا توسط سرکرده وقتش پاسدار احمدی مقدم که یادتونه. و نکته مهمتر این که این بنیاد هم مثل بقیه نهادهای این نظام اختلاس هم میکنه. یعنی یه تعاونی که برای حل مسئله مسکن نیروی انتظامی درست شده بود، وسط همه کارهای دیگه‌ای که می‌کنه، از بانکداری تا گردشگری و کارخانه‌داری و صنعت و کشاورزی و واردات و صادرات، در کار فروش قاچاق نفت و بالا کشیدن پول نفت هم فعاله. اونقدر که سرکرده انتظامی پاسدار اسماعیل احمدی مقدم به علت بالا کشیدن 180 میلیون دلار پول نفت فروخته شده و تکخوری و خیانت به سایر برادرای پاسدارش از کار برکنار شد. این نفتخورها همون نیروی هستند که سوختبرهای بلوچ رو برای چند لیتر سوخت به رگبار می‌بندن و می‌کشن. جالبه که این تعاونی در قاچاق مواد مخدر مثل هروئین و اینجور چیزها هم دست داره. دی 97 پاسدار حابیل درویشی، مدیر عامل تعاون ناجا رو در هتل رنسانس کوالالامپور مالزی موقع جابجایی 19 کیلو هروئین و چند جور مواد مخدر دیگه دستگیر کردن. بعد که رفتن اتاقش رو گشتن، اونجا هم 14 میلیون دلار پول قاچاق پیدا کردن. البته خامنه‌ای سریعاً از طریق دیپلماتیک قضیه رو حل و فصل کرد.
شهریور 98 همین پاسدار قاچاق فروش یعنی حابیل درویشی گفت 327 شرکت بنیاد تعاون ناجا رو چون ضرر میدادن تعیین تکلیف کرده، اما به فعالیت‌هاش در حوزه مسکن، حوزه حکمت که روشن نیست حوزه حکمت دیگه چه پدیده‌ایه، حوزه معیشت، حتما معیشت پاسدارا و بیش از 300 مورد دیگه ادامه میده. در این نقشه شما میتونید محل بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا رو فقط در تهران ببینید. در سایت رسمی این بنیاد یک آگهی رسمی هست که نشون میده حابیل درویشی در چند شرکت و کمپانی این نهاد خودش ریاست داشته. این تصویر به بیننده ثابت میکنه که اطلاعات منتشر شده درباره این بنیاد سراپا فساد فقط بخش کوچیکی از واقعیت رو نشون میده. امیدوارم تصویر هر چند ناقصی از این بنیاد به دست آورده باشه. طبعا تا تکمیل این پازل پرونده این امپراتوری خامنه‌ای همچنان باز باقی میمونه. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.